بسم الله الرحمن الرحیم. به نام ایزد دانا و توانا. بینندگان عالی قدر برنامه روشنا، سلام، روزتان بخیر. امید که امروز با خوبی و صحتمندی و سلامتی آغاز کرده باشین. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های روشنا و طبق روال هر پنجشنبه، امروز هم راجع به سبک زندگی عزتمندانه با شما بحث و گفتگو میکنیم و امروز بنا هست که راجع به عوامل و آثار فردی و اجتماعی سبک زندگی عزتمندانه با هم صحبت کنیم. کارشناس محترم برنامه خانم عالمی با ما هستن و همراهی شما را هم خواهان هستیم در برنامه امروز. سلام خانم عالمی بزرگوار، خوش آمدیم با برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار عزیزم. سلامت باشید. بینندگان محترم انشاءالله که جور و صحتمند باشید. ممنون و سپاسگزاریم از حضور گرم شما در برنامه. اما راجع به آثار اجتماعی فردی و اجتماعی سبک زندگی عزتمندانه میخوایم امروز صحبت کنیم خانم عالمی، و لازم به ذکر است که با شما دوستان عزیز بگیم که در هفته های گذشته ما راجع به اهمیت زندگی عزتمندانه و اینکه زندگی عزتمندانه چیست با هم صحبت هایی داشتیم. اما بیاین امروز ببینیم که در صورتی که به ارزشمند دی و او عزت نفسی که باید مورد تایید دین مبین اسلام هم هست برسیم، در این صورت باز چی آثاری را داره بر ما هم در زندگی فردی و هم در اجتماع و روابط ما با دیگران. میشنویم از شما خانم بلخی بزرگوار، در خدمت ها هست. بله، ما در برنامه های قبل خب خصوص عزتمندی بسیار صحبت کردیم و گفتیم یکی از مؤلفه های مهم عزتمندی و عزت نفس احساس ارزشمندی هست. یعنی شخص در خودش احساس ارزشمندی میکنه و او قضاوتی که خود از شخص از خود داره یک نگاه مثبتی به خودش داره. و همین خب میشه گفت که یکی از مهمترین آثار داشتن عزت نفس و داشتن یک زندگی بر اساس عزتمندی این هست که یک شخص از همین حس ارزشمندی استفاده میکنه و یک اراده محکم و آهنین داره. بله. یک شخصی هست که ارادهش بسیار قوی است و اجازه نمیده که در هر خب برنامه اگر داره، هدفی اگر داره یا هر شغلی اگر داره در موقعیتی که قرار گرفته شکست به او غلبه کنه. هرچند که ممکن هست خب اون نتیجه که او میخواد مد نظرش نباشه، ولی کن تلاش خودش رو میکنه و واقعا تن به شکست نمیدنی. ارادهش بسیار قوی است و این اراده قوی و محکم از کجا نشأت میگیره؟ از این نشأت میگیره که خب شخص خودش را باور داره. بله. و یک احساس ارزشمندی برای خودش قائل هست، یعنی برای خودش ارزش قائل داره. برای وقتی میگیم برای خودش ارزش قائل است یعنی چه؟ یعنی خودش را دوست داره و میشینه در آینه خودش نگاه میکنه؟ نه، یعنی باور داره که یک شخصی هست که خب نفسش محترم هست، اگر توانایی داره، اگر توانمندی داره و هر آنچه که داره داشته های خودش را برش احترام قائل هسته. تمام تلاش خودش را حالا در هر هدفی که داره، برنامه‌ای که داره، کاری که داره در اون قسمت تلاش و اراده خودش را نشان میده و تا جایی که میتونه به شکست غلبه میکنه. حالا اینطور نیست بگیم که کسایی که خب عزت نفس بالایی دارن اینها همیشه کسانی هستن که در همه میدان ها پیروز هستن و شکست نمیخورن. آره. این معنی شکست برای اونها با اون کسایی که تصور میکنن که همیشه باید یک امتیازی رو کسب کنن خیلی تفاوت داره. کسی که ممکنه در حالا در هر زمینه تلاش کنه و اراده کنه، مهم او اراده و تلاشی که او شخص از خودش بله. نشان میده. و این واقعا اولین اثر عزت نفس هست که شخص خودش رو باور داره و ارادهش رو قوی میکنه. و حالا پیرو همین که خب میگیم که یک شخصی که عزت نفسی بالایی داره و ارادهش قوی میشه، در ادامهش خب میگیم که همین اراده قوی که این شخص عزتمند داره باعث میشه که شخص بر خودش هم بسیار کنترل داشته باشه. یعنی همون احساس ارزشمندی باعث میشه که شخص بر نفس خودش، چون میگه که نفس من محترمه. بله. نفس خودش را کریم میداره، برش ارزش قائل هسته، نفس خودش را رها نمیکنه. شما مثل این که تصور کنید که یک شخص یک شیء ارزشمندی را داره. نیست. برای حفظ او شیء ارزشمند تمام تلاشش رو میکنه که از اون محافظت کنه.
بله. هیچ وقت او رو رها نمیکنه، در معرض عموم قرار نمیده که ممکنه حالا اون شی ارزشمند حالا به هر نحوی او رو از دست بده. ازش حفاظت و نگهداری خاص خودش انجام میده. دقیقاً همینطوره. نفس ما هم همینطور هست. یعنی یک شخصی که عزت نفس داره یا شخصی که عزتمند هست، برای نفسش چون ارزش قائل هسته، بنابراین از نفس خودش مراقبت میکنه. بله. اجازه نمیده که نفس خودش رها باشه. یعنی بگه که خب حالا احساس، بگه که خب مثل که افرادی که میگه که خب ما چون انسان هستیم اختیار داریم، بنابراین هم نفس ما هم باید کاملا رها باشه و مختار باشه. چرا؟ نفس ما مختار هستیم، اما برای اینکه بخوایم به همین نفس خودمون او ارزشش را حفظ کنیم و او ارزشش را حتی ارتقاء بدیم، موظف هستیم که از اون نفس محافظت کنیم. و چه زمانی میتونیم از نفس خودمون محافظت کنیم؟ زمانی که عزت نفس داشته باشیم، یعنی برای نفس خودمون در نظر خودمون ارزش قائل باشیم. ما یک بحثی داریم در خب اسلام به نام جهاد اکبر که میگن یکی از جهاد اکبر چیست؟ مبارزه با هوای نفس هست. خب چه زمانی ما میتونیم با هوای نفس خودمون مبارزه کنیم؟ دقیقاً همون زمانی که برای همین نفس خودمون ارزش قائل باشیم و اجازه ندیم که نفس ما تحت هر شرایطی به هر سمتی که خب ممکن هست عوامل بیرونی در او تأثیر بگذاره، به هر سمتی که به او آسیب میرسانه، به همون سمت کشیده بشه. حالا ما این سمت سوها رو میگیم که هواهای نفسانی، خواهش‌های غیر اخلاقی یا هر چیزی که ممکن باشه. بله. بنابراین یکی دیگه از آثار عزت نفس که پیرو همون داشتن اراده هست، این هست که ما از نفس خودمون مراقبت میکنیم و اجازه نمیدیم که پلیدی ها، آلودگی ها و حتی گناه، همین افرادی که مؤمن هستن و میبینیم که چقدر معمولا افرادی که با ایمان هستن، با ایمان واقعی هستن، اینها افرادی هستن که عزت نفس خیلی بالایی دارن. درست. و علتش هم همین هسته که اونها از گناهان بسیار دوری میکنن. خب چه زمانی از گناه دوری میکنن؟ زمانی که بر خود ارزش قائل باشن و عزت نفس داشته باشن. دقیقاً. بله. درسته. و فکر میکنم که خانم عالم، من یک عذرخواهی بکنم از شما و همچنین از بینندگان عزیز، من اشتباه گفتم در ابتدای برنامه، در خدمت خانم عالمی بزرگوار هستم، کارشناس برنامه، من در ابتدا به اشتباه بلخی گفتم، عذرخواهی میکنم مجددا. و خانم عالمی، فکر میکنم زمانی که انسان بر خود ارزش قائل میشه و پی میبره به جایگاه خود، به هر حال انسان اشرف مخلوقات است و در جامعه به عنوان اشرف مخلوقات ایفای نقش میکنه، به خصوص در دین مبین اسلام راجع به ارزشمندی انسان ها بسیار زیاد آیات و روایات مختلف داریم و اینکه انسان ها جایگاه و ارزش خود را بدانن، همین امر، همین دانستن و واقف شدن به همین هم بسیار زیاد ما را دور میکنه از آمیخته شدن نفس ما بر رذایل اخلاقی، چون با خود میگیم که خب پس من ارزشمند هستم اگر که دچار این خصیصه های زشت و ناپسند بشم، یعنی ارزش خود پایین آوردم. و خب این باز دوباره برمیگرده به این که ما چقدر برای خود عزت نفس داشته باشیم، قائل باشیم عزت نفس برای خود، و این باز در سطح جامعه هم ما را محبوب میکنه، بین افراد جامعه مورد اعتماد و امین مردم هستیم. و ببینید که چقدر همه اینها با هم تنیده هست و به همدیگه ارتباط داره و مرتبط هست، مگر نه؟ دقیقا همینطور هست. ما میبینیم که واقعا افرادی که در جامعه وقتی میگیم که موفق هستن، بله، حالا این موفقیت دقیقا یکیش همینطور هست که افرادی هستن که از هر عزت نفس بالایی دارن. بله. خب اینها همیشه هر جا که باشن واقعا در جامعه یک حضوری دارن که همه خب اینها اعتماد میکنن، میگن خب این شخصی هست که این صفات اخلاقی داره. و واقعا هم همینطور هستن. رمز موفقیت یک شخص چه در زمینه های علمی، چه در مسائل اخلاقی، فضایل اخلاقی، همین داشتن عزت نفس و تکیه بر و محترم شمردن نفس هست. که بسیار هم در روایات ما، خب ما در برنامه‌های قبل زیاد اینا رو گفتم. بله. و لازم نیست که تکرار کنیم که در روایات و در قرآن بسیار بر او تاکید شده. بله، ممنونم از شما که با ما همراه هستین در برنامه و همچنین از همراهی شما بزرگواران که برنامه رمشانه رو تعقیب میکنین. یک فاصله کوتاه بگیریم و در خدمت شما خواهیم بود.
خب دوستان عالی قدر، از ادامه برنامه روشنا در خدمت شما هستیم و راجع به آثار فردی و اجتماعی سبک زندگی عزتمندانه با هم صحبت میکنیم. خانم عالمی کارشناس برنامه با ما هستن و راجع به موضوع صحبت میکنن. قبل از اینکه به ادامه بحث برگردیم، لازم به یادآوری است که منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما عزیزان هستیم. برای روند بهبود برنامه نظرات شما بسیار زیاد برای ما کمک میکنه. از طریق شماره تماس برنامه میتونید با ما به ارتباط بشین. شماره تماس زیرنویس میشه در برنامه. خب برگردیم به ادامه بحث. خانم برخی بزرگوار، میشنویم از شما. خانم عالمی بزرگوار، ببخشید من امروز همش اشتباه میگم. خواهش میکنم. بله، یکی دیگه از آثار عزت نفسی هست که شخصی که عزت نفس بالایی دارد یا عزت نفس نسبی را خب بر حال تا حدی که یک شخص لازم داره داره، این شخص معمولا شخصی است که واقع بین هست، یعنی شخصی است که خب بر اساس واقعیت های موجود در اون جامعه‌ای که زندگی میکنه، در اون خانواده‌ای که زندگی میکنه، حتی در زندگی شخصی و فردی خودش اون واقعیت‌ها رو در نظر میگیره. خب چطور هست میگیم که خب یک شخصی که عزت نفس داره واقعیت‌ها رو میبره؟ برای که خب گفتیم همون مؤلفه ارزشمند، حس ارزشمندی خودش تقریبا میشه گفت که نکته کلیدی هست که همه جا حالا گفتم میشه. وقتی شخص احساس ارزشمندی داشته باشه، برای خودش ارزش قائل باشه، هر آنچه که خب در پیرامون خودش اتفاق میفته واقعیت ها را میبینه، یعنی بر واقعیت ها نمیتونه سرپوش بگذاره. بگه خب من، چون معمولا ما میبینیم که در اطرافیان خودمون بسیار دیده شده که کسایی که احساس حقارت دارن معمولا کمبودهای خودشون رو با پوشاندن حقایق اینها خب به یک نحوی میخواین که جبران کنن. بله. خب مثلا خب یک شخصی هست که خب در زندگی خودش یک شخص عزت نفس پایینی داره، خودش رو باور نداره، خودش رو قبول نداره، نه شخصیت خودش رو قبول داره و نه او توانمندی های خودش رو میشناسه، یعنی هیچ آگاهی نسبت نه به خودش داره و نه خودش رو قبول داره. خب این افراد میبینیم که وقتی در یک موقعیتی قرار میگیرن در جامعه یا حتی در زندگی خانوادگی خودش، حتی با همسر خودش، وقتی که احساس کمبود میکنه در یک جایی، اگر احساس کمبودی کنه، سعی میکنه که او واقعیت ها را بپوشونه و از چیزهایی که خب واقعیت نداره برای اینکه خودش را برای دیگران عرضه کنه از اونها استفاده میکنه. اینکه بخواد مثلا خودش را به دروغ یک به یک شکل دیگه خب معرفی کنه، به یک شکل دیگه خودش را جلوه بده. ولی خب حالت عکسش هست، این یک شخصی که عزت نفسش کافی را داره، این شخص هیچ نیازی نداره که بخواد واقعیت‌های زندگی خودش را نادیده بگیره. بله. در حقیقت همون چیزی که در اطراف خودش می‌گذره، در شرایط جامعه هست، حالا هر آنچه که هست، شرایط شخصی خودش هست، موقعیت، ممکنه این موقعیت یک موقعیت خانوادگی باشه. به طور مثال خب یک خانواده اگر باشه که از لحاظ اقتصادی ممکن است یک خانواده ضعیف باشه، خب اگه شخصی یک عزت نفس بالایی داشته باشه، هیچ نیازی نیست که خودش را در جامعه یک طور دیگه نشان بده، به طور مثال یک پوششی نشان بده که افراد تصور کنن که خب این از یک خانواده متمول هسته. خب خیلی هستن که ما میبینیم در جامعه، بله. دختران و پسران نوجوانی هستن یا حتی ممکنه افراد بزرگسال باشن که اینها از عزت نفس پایینی برخوردار هستن و برای اینکه بخواین که خود، چون مخصوصا اون وضعیت های اقتصادی خانوادهشون رو اینها رو نمیتونن تحمل کنن یا حتی وضعیت شغلی خودشون رو حتی کتمان میکنن، ممکن است یک جاهایی که اگر قدرت کتمان داشته باشن حتما کتمان میکنن و میخوان که خودشون رو یک شخص دیگه جلوه بدن، تظاهر میکنن به یک چیزی که نیستن و یا به کسی که نیستن خود او رقم نشان میدن و یک تظاهر غیر واقعی دارن از شخصیت خود در برابر دیگران. دقیقا همینطور است. ولی خب عزت نفس واقعا کمک میکنه که معمولا افرادی که عزت نفس دارن اینها افرادی هستن که همه واقعیت های زندگی خودشون رو پذیرفتن. حتی مشکلاتی که در زندگی دارن، یعنی حتی ما میگیم که کسی که عزت نفس بالا داره اینطور نیست که فردی هست که خب هیچ مشکلی نداره. کسی که عزت نفس بالا داره کسی هستش که ممکنه حتی در بدترین شرایط اقتصادی زندگی کنه، ممکنه در بدترین شرایط روحی حتی زندگی کنه، ممکنه کسی باشه که خب یک اتفاق بسیار ناگوار در زندگیش رخ داده باشه ولی این واقعیت رو میپذیره و با اونها خودش رو سازگار میکنه.
پس کسی که عزت نفس بالا داره نه تنها که مشکل هم داره در زندگی، بلکه این مشکلات را به عنوان یک کمبود و ضعف نمیدونه، بل و میتونه که با توانمندی و اقتدار اتفاقا از پس آنها بهتر هم بر بیاید. دقیقاً همینطور است. ممکنه یک کسی که واقعا مشکلات خیلی کمتری داشته باشه نسبت به، حالا ما نمیتونیم هیچ وقت انسانها را بگیم مقایسه کنیم بگیم که خواهی مشکلش کمتر است، یا ولی خواهم به طور مثال همین مشکل اقتصادی که خب یک چیزی هست که بسیار محرس هست، یک کسی ممکن است یک مشکل اقتصادی اصلا نداشته باشه، این در سطح رفاه نسبی باشه، ولی خب خودش را از اون چیزی که هست بیشتر نشان بده. این عزت نفس هیچ ارتباط به این نداره که ممکن یک شخص هیچ مشکلی داشته باشه یا نداشته باشه، اینها همه برمیگرده به همون احساس ارزشمندی در خود فرد و اینکه خودش چقدر برای خودش رو باور داشته باشه و قضاوتی که نسبت به خودش داره یک نگاه مثبت داشته. بله، فکر میکنم در قدم اول مهم است که زمانی به عزت نفس واقعی میرسیم که در قدم اول خود پذیرفته باشیم، به آن چیزی که هستیم با قول معروف قانع باشیم، قناعت کنیم. حالا یک سری توانمندی هایی داریم و یک سری ضعف هایی داریم. ما در راستای تقویت توانمندی های خود و رفع ضعف های خود اگر که بر بیاییم، اون زمان است که به عزت نفس واقعی رسیدیم، ارزش خود فهمیدیم و دیگه یک سری از خلل‌ها و ضعف‌هایی را که در مقابل دیگران داریم، حالا ممکن است باز کسی دیگه یک سری ضعف‌هایی داشته باشه که ما نداشته باشیم، ما دیگه او را به حیث یک کمبود که قابل کتمان باید باشه و حتما ما باید او را کم کتمان کنم با او نگاه نمی‌کنیم، بلکه یک واقعیت است که او را می‌پذیریم و با قول شما کسی که عزت نفس واقعی داشته باشه واقع بین است و واقعیت‌های زندگی خود را می‌پذیره و به نحو احسن هم از پس آنها بر می آیه. تلاش میکنه که از آنها عبور کنه، نه که در اونجا با آنها زندگی کنه. بله. و حالا در ادامه صحبت شما همطور که شما فرمودین که یک شخصی باشه که توان خودش رو بپذیره، یعنی پذیرش خود شخص، و واقعا این خودش باعث میشه که عزت نفس بره بالا. و یکی از آثار عزت نفس بالا همین هست که افرادی که عزت نفس بالایی دارن یا عزت نفس کافی دارن، اینها افرادی هستن که خب معمولا اشتباهاتشون رو هم راحت تر میتونن بپذیرن. بله. و چون خودشون رو میپذیرفتن، همونطور که شما فرمودین، چون خودش رو قبول داره، خودش رو باور داره، بنابراین میدونه که خب در وجود خودش چقدر نقطه ضعف هست، چقدر نقاط قوت هست، یعنی هم نیرومندی های خودش رو میشناسن، هم استعداد های خودش رو میشناسن و هم در کنارش خب نقاط ضعف خودش رو میشناسن. همین نقاط ضعف افراد هست ممکن است خب فرد دچار یک سری خطاها یا اشتباهاتی بشه، یعنی ممکن یک شخص خب در هر زمینه ممکنه خطا کنه، اشتباه کنه. اینکه یک شخص اشتباهات خودش رو بپذیره و به دنبال رفع اونها باشه یا به دنبال اصلاح خودش باشه، یه خودش از یکی از آثار عزت نفس بالا هست. آثار خیلی مثبت عزت نفس واقعا اثر خیلی مهمی هم هست، هم در زندگی اجتماعی فکر میکنم مؤثر است این مسئله و هم در زندگی فردی هر فرد. ببینید وقتی که ما یک عزت نفس مورد قبول را داشته باشیم، میتونیم به خوبی برای خود برنامه ریزی داشته باشیم، یک برنامه ریزی درست و در راستای رسیدن به اهداف این ما را بسیار زیاد کمک میکنه. چه بسا افراد در جامعه که به دلیل همین نداشتن عزت نفس همو اهداف و برنامه هایی را که، یا میتونیم بگیم آرزوهایی را که دارن در زندگی نمیتونن برش رسیده و سردرگم میشن، یک حس ناامیدی برشان دست میده، یعنی رشته کلاف از دستشان خارج میشه، در حالی که سر رشته کلاف فکر میکنم همین حس ارزشمندی و خود و داشتن عزت نفس واقعی است. دقیقا همینطور است. واقعا همینطور، اگر عزت نفس بالا باشه شخص تا جایی که میتونه خودش را واقعا با هر آنچه که در جامعه هست به نفع خودش وفق میده، این یک شخصیت پیدا میکنه که انعطاف پذیر هست، اشتباهات را میشناسه، خطاها را میشناسه، نقاط قوت را مد نظر داره و بر اساس هر آنچه که خب تواناییش به فرصت را میده یا استعدادی اگر داره، بر اساس همونها برای خودش یک برنامه میرزه و همین پلان و برنامه ها هست که او را موفق میدونه. بنابراین سرلوحه همه اینها میتونه هم بحث داشتن عزت نفس هست و واقعا
اثر بسیار مهمی هم در زندگی فردی، هم در موفقیت های فردی و هم در واقعا در ارتباط انسان با اجتماع داره. بله، مورد بعدی چی است؟ چه آثار فردی و اجتماعی دیگری میتونه داشته باشه علاوه بر واقع بینی که اشاره کردین و یکی دیگه هم خود ارزشمندی و باور به خود بود، درست است مورد اول؟ بله، خود باوری بود و این که گفتیم که اشتباهات خودش را بپذیره و وقتی که یک شخصی که عزت نفس بالا داشته باشه میتونه اشتباهات رو به اقرار میکنه به اشتباهات خودش. چرا؟ چون در کنار این که میدونه که اگر یک خطایی انجام داده این خطا منشأش چیست، ولی در کنار خطاها و اشتباهات و نقاط ضعفی که داره خب استعدادهای خودش رو هم میشناسه. ولی کسی که عزت نفس پایین داره، خانم قاسمی، کسی که عزت نفس پایین داره این چون خودش رو باور نداره و هیچ آگاهی اصلا به خودش نداره، بنابراین نمیدونه که خب چه توانمندی داره، چه استعدادهایی داره. درسته. بنابراین هر جا اگر اشتباه و خطای ازش سر زد سعی میکنه که اینها رو بپوشونه. درسته. نه اینا رو میتونه اصلاح کنه و نه میتونه به اون بخواد اینها رو جبران کنه، حتی راه جبران هم وجود نداره برایش. و پذیرفتن اشتباه واقعا یکی از چیزهایی هست که خیلی انسان رو به عقب میرانه، یعنی که از عوامل رشد انسان این هست که یک انسان شکست خودش را، اشتباهات خودش را، خطاهای خودش را و نقاط ضعف خودش را باور داشته باشه، بپذیره و در راه اصلاحش تلاش کنه. اگر واقعا یعنی ما شاید بشه گفت که بیشتر افرادی که در دنیا ناموفقیت کسب کردن یکی از دلایلش این بوده که از اشتباهات و خطاها و شکستهای خودشون اینها تونستن نتیجه مثبت بگیرن. حالا اگر من فکر میکنم که شاید سوال خیلی از بیننده ها باشه خانم بلخی، که من چطور میتونم به توانمندی ها و ضعف های خود واقف بشم؟ یعنی من شاید بسیاری از کسانی که دارن الان برنامه ما رو میبینن هنوز توانمندی و استعدادهای خود را نشناختن. ما اگر ایره بیایم یک مثال کوچک بزنیم در زمینه انتخاب رشته، وقتی نوجوانان و جوانان ما میخوان که برای خود انتخاب رشته کنن، خب سردرگم هستن، ازشان میپرسی که در کدام رشته یا کدام زمینه استعداد و یا توانمندی داری، حتی همون هم نفهمیدن هنوز و شناخت از خود را هنوز کامل نکردن. از چی راههایی ما میتونیم که برسیم به این موضوع که بله من در این زمینه توانمندی دارم یا در این زمینه ضعف دارم؟ این واقعا به شناختن این که یک شخص بتونه توانمندی های خودش را بشناسه واقعا یکی از راههایی هست که میتونه که شخص واقعا به همون عزت نفس یا همون اعتماد به نفس واقعی دست پیدا کنه. یکی از راههایی که افراد بتونن توانمندی ها و استعدادهایش خودشون را شناسایی بکنن این هست که خودشون رو روی خودشون مطالعه داشته باشن، همیشه بی فکر کنن که واقعا اولین راه برای شناسایی توانمندی هست که علایق خودشون رو بیاین از او داشته های علمی خودشون یا استعدادهای خودشون جدا کنن. بله. یک سری هست مسائل هست که ما به اونها علاقه داریم، یک سری مسائل هست که ما نسبت به اونها یک اطلاعات یا علم داریم. اینها باید از همدیگه تفکیک بشه. شاید که ما اگر برای اون چیزهایی که به اونها علاقه داریم اگر بفهمیم که اونها چه چیزهایی هستن به اونها علاقه داریم، خب به دنبال این هستیم که اون علاقه خودمون رو پرورش بدیم. در صورتی که ما میبینیم که جوانان و نوجوانان ما در هر سنی، حتی کودکان ما، حتی انسانهای افراد بزرگسال، اینها هیچ وقت نیومدن بین علایق خودشون و دانش خودشون اینها تفکیک قائل بشن. واقعا تفکیک بین این دو بسیار امر مهمی هست. سپاسگزارم از شما. برخواهیم گشت به ادامه بحث، کماکان با ما همراه باشین. برخواهیم گشت.
خب به ادامه برنامه روشنها خوش آمدین. برمیگردیم به ادامه بحث با خانم عالمی عزیز. خانم عالمی، راجع به آثار فردی و اجتماعی صحبت میکردیم و رسیدیم به اینجا که ای که روی خود مطالعه بیشتر داشته باشیم و زمینه های مختلف امتحان کنیم، بیشتر در اجتماع حضور داشته باشیم، در قسمت های مختلف میتونه زیاد به ما کمک کنه در عرصه ای که توانمندی ها و ضعف های خود بیشتر بشناسیم. ما در همون آوان کودکی همه ما در از اجتماع کوچک خانواده دور میشیم، به مکتب میریم، اونجا درس میخوانیم، با افراد دیگه تعامل داریم، شش تا برخاست داریم و همین رقم فکر میکنم از همین نقطه آغاز خودشناسی هست که ما وقتی در تعامل با دیگران قرار میگیریم و در خود در مقایسه با دیگران قرار میدیم، توانمندی ها و ضعف های خود را بیشتر مورد توجه قرار میدیم و با اونها واقف میشیم. که باز شما بیشتر توضیح دادین راجع به این موضوع. بپردازیم به عوامل دیگر و آثار دیگر فردی و اجتماعی سبک زندگی عزتمندانه، فرمایید. بله، یکی از آثاری که خب اینا میشه گفت که بسیار واقعا اثر بسیار مهمی هست، این هست که خب شخصی که عزت نفس کافی داره، یک شخصی است که میشه گفت که تقریبا در رشد شخصیتش و مخصوصا در مسائل اخلاقی بسیار روی او تأثیر داره. یعنی افرادی که عزت نفس بالایی دارن، اینها معمولا اون فضایل اخلاقی، مکارم اخلاقی رو اینها بیشتر در اینها دیده میشن تا اینکه افرادی که خب عزت نفس پایین دارن. عزت نفس ما هر وقت که گپ از عزت نفس پایین میشه، معمولا افرادی که سرخورده هستن و بسیار همیشه با افراد دیگه در حال رقابت و لجاجت قرار دارن، اینها اینجور افراد واقعا مد نظرمون هستن. این کسانی هستن که خب ظاهرا خب شاید اینها افراد باشن که هیچ ظاهر خاصی نداشته، ما احساس ارزشمندی وقتی صحبت میکنیم اینه کسانی باشن که شاید در ظاهر اینها خودشون رو بسیار ارزشمند نشون بدن، ولی کن رفتارهایشون واقعا متناقض نما هستن. از یک طرف خودشون رو سعی میکنن که در اجتماعی فردی باشن که خودشون ارزشمند و مهم جلوه بتن، و از اون طرف میبینیم که خب اینها کسانی هستن که نه توانایی خاصی دارن، نه مهارت خیلی خاصی دارن، و مخصوصا که خود همین بحث مهارت واقعا بسیار اهمیت داره. این کسی که معمولا مهارت خاصی نداره سعی میکنه که خودش رو خب با مهارت جلوه بتن. اینها هم هست، ولی از اون طرف نه، یک شخصی که عزت نفس بالایی داره، معمولا افرادی که عزت نفس بالایی دارن کسانی هستن که هم فضایل اخلاقی بالایی دارن و هم مهارت های مختلف رو اینها آموزش دادن و یاد گرفتن. اصلا اصولا یکی از راه های افزایش عزت نفس همین یاد گرفتن مهارت های مختلف هست. حالا نمیگیم که مهارت در حد این که باشه که خب به هر جای یک سره بزنن، اون مهارت های ضروری لازم را که در زندگی، خب میبینید که استایل زندگی امروزه یک طوری شده که افراد نیازهایشون نسبت به سابق بسیار تغییر کرده. بله، ما میبینیم که یک شخصی که حتی یک زنی که خانه‌دار هست و در خانه نشسته و کارش فقط پخت و پز و تربیت فرزندان هست و در بیرون منزل هیچ وظیفه ای نداره، این شخص هم باید یک سری مهارت هایی را برای که بتونه کسب کنه، برای که بتونه با اعضای خانواده خودش تعامل داشته باشه. همین مهارت ها خودش باعث میشه که عزت نفس در افراد بیشتر بشه، و هر چقدر که خب شخص عزت نفسی بیشتر داشته باشه، به دنبال مهارت های بیشتری هم هست قطعا، چرا که میدونه که خب نیازهای خودش را میتونه شناسایی کنه، میتونه بین اون چیزهایی که همطور که گفتیم در این برنامه قبل، بین نقاط ضعف خودش و او توانمندی های خودش واقعا میتونه یک تفکیک واقع بشه. ولی بالعکس نه، یک شخصی که هیچ مهارتی نداره واقعا نمیدونه که اصلا سردرگم هست، یک شخصی هست که انگار یک کلاف رو گم کرده باشه و واقعا نمیدونه باید چیکار کنم. یک آدم بی برنامه هستم. من فکر میکنم رفتارهای هر فرد با اطرافیانش در خانواده حالا یا در اجتماع منعکس کننده میزان عزت نفس درونی او هست که او بر خود قائل است، ارزشی که بر خود قائل است. حالا در زمینه روابط با دیگران اگر بخوایم راحت تر بگیم، برای اینکه به زبان ساده‌تر که بینندگان عزیزمون راحت تر متوجه بشن،
ما اگر میبینیم بسیار از افراد در جامعه هستن که حالا اگر مورد خشونت یا پرخاش یک طرف قرار بگیرن، سعی میکنن که باز با رفتار متقابل و عین رفتار او را نشان بدن و یا جبران کنن، به نحوی انتقام بگیرن، در حالی که باز عده دیگه از افراد میبینیم که و بسیار هم محدود و کم هستن که باز ایرا با حالت مهربانی و آرامش خاص جواب میدن یا انتقال میدن. و چقدر زیبا هست این حالت، چقدر منعکس کننده میزان عزت نفس هست و چقدر تفاوت وجود داره در میزان عزت نفس این دو طرف، این دو نفر که ذکر کردم در مثال با هم دیگه. طبیعتاً کسی که احساس میکنه که باید با آرامش و نیازی به پرخاش و یا خشم نمیبینه، عزت نفس بیشتری را احساس میکنه و ارزشمندی زیادتری را بر خود قائل است و حیف میدونه به قول معروف که بخواه از این رضایل اخلاقی استفاده کنه و شأن خود پایین بیاره. اصلا ما شاید در مکالمات روزمره خودمون چقدر از این جمله شاید استفاده کرده باشیم که اگر یک شخصی بیا یک کار خیلی که غیر اخلاقی باشه، یک عملی انجام بده، بگیم خب برای خودت ارزش قائل باش. این شاید یه جمله باشه که ما خیلی حتی وقتی که در گفتگو با فرزندان خودمون مثلا یه خطای انجام میده یا یک اشتباه انجام میده، اولین کفی که ما میزنیم میگیم که خب برای خودت ارزش قائل باش، حداقل برای خودت ارزش قائل باش که این کارو نکن یا مثلا این گپ رو نزن یا این طوری رو برخورد نکن. مثلا با افرادی که با قول شما همونطوری که میگین وقتی اینها با یک خشمی یا با تندی صحبت میکنن، خب میگیم که خب برای خودش ارزش قائل نیست که اینطوری رفتار میکنه. و واقعا هم همینطور است. خب یکی دیگه از آثاری که بسیار فکر میکنم که تأثیر داره، یعنی مثلا منعکس کننده همون عزت نفس شخص در زندگی فردی و اجتماعیش هست، همین بحث استقلال یک شخص هست. یعنی که واقعا استقلال جز یکی از خصلت‌هایی که هر فردی دوست داره که داشته باشه. یعنی فردی که دوست داره که حالا به هر لحاظی، چه به لحاظ اقتصادی باشه چه به لحاظ عاطفی، هر شخصی استقلال رو دوست داره. یعنی یک واقعا یک خودکفایی خاصی رو داشته باشه. این واقعا یک اخلاق خوبی هست که یک شخصی مستقل باشه. حالا نمیگم که یک شخصی باشه که هیچ احساس نیازی به دیگران نداشته باشه، چون اصلا همچین چیزی غیر ممکن است. امکان نداره. چون در قرآن حتی خدا گفته که انسان‌ها ضعیف آفریده شده و نیازمند یکدیگر هستن، حالا چه به لحاظ عاطفی یا هر مسئله روانی یا هر چیز دیگه. ولی کن این خود استقلال یک معقوله بسیار مهم و ارزشمندی هستن. کسایی که عزت نفس بالا دارن معمولا تلاش میکنن که به هر نحوی که شده تا جایی که امکان داره، یعنی خب معمولا میگیم اینها افراد واقع‌بینی هستن، تلاش میکنن که نیازهای خودشون رو خودشان برطرف کنن و یا اگر هم محتاج و نیازمند دیگران شدن، یک طوری از دیگران کمک میگیرن و نیازمندی خودشون رو برطرف میکنن که اون عزت نفسشون زیر سوال نره. درست است. واقعا این خودش یک امر بسیار مهم هست. اصلا ما در دین خودمون هم بسیار سفارش شده که پیامبر همیشه گفته که فرمودن که تا جایی که میتوانین از خودتون رو نیازمند نشان ندین. که حتی در یکی از یک روایتی آمده که یک شخصی بوده که از اصحاب پیامبر بوده، یک آدمی بوده که بسیار از فقر و تنگ دستی رنج می برده. برای این آمده بوده در مسجد و در دلش بوده که خب پیامبر بعد از نماز بیایه و اظهار نیاز کنه. که بعد همونجا قبل از اینکه این مسئله رو مطرح کنه، پیامبر میگه که خب هر کس در لابلای سخنرانیشون میگن که اگر شما از ما کمک بخواین ما به شما کمک میکنیم، ولی بهتر هست که اگر کسی نیاز داره نیاز خودش رو اظهار نکنه. و این اتفاق سه بار پیش میایه برای این شخص که در نهایت این شخص متوجه میشه و میفهمه که نه، خب بهتر هست که اصلا این نیاز خودم رو مطرح نکنم. بله. چرا که همین مطرح کردن نیاز باعث میشه که خب من خودم، هرچند که شخصیت مقابل من پیامبر هست، ولی به هر حال او عزتمندی من زیر سوال میره. بله. واقعا هست این استقلال واقعا یک معقولی بسیار در هم تنیده با بحث عزتمندی داره. اگر شخص هر چقدر عزت نفس خودش را و عزتمندی خودش را تقویت کنه، احساس استقلال، اصلا خود استقلال در شخص بیشتر شکل میگیره و تلاش میکنه که تا جایی که امکان داره نیازهای خودش را، هرچند که عاطفی باشه، هرچند که اقتصادی باشه، یعنی تا جایی که اقتضا میکنه و لازم هست خودش برطرف کنه. مخصوصا در مباحث مالی بسیار اهمیت داره.
البته در مباحث عاطفی هم هست، اینه در مباحث اخلاقی هم همینطور هست. شما ما بسیار میبینیم که در بسیار از رذایل اخلاقی برمیگرده به این که شخص بر عواطف و احساسات خودش کنترل نداره. بله. و همین عدم کنترل بر عواطف و احساسات باعث میشه که بسیار از خطاها پیش بیاد برای شخص. یعنی وقتی که شخص نتونه هوای نفس خودش رو کنترل کنه، اگر احساس عاطفی به یک چیزی داره که خب ممکن هست برخلاف او عزت نفس باشه، بر اساس برخلاف اون کرامت نفسی که خداوند در وجود یک شخص قرار داره باشه، باعث میشه که همون استقلال عاطفی او هم زیر سوال بره. و همه اینها برمیگرده به همین معقوله احساس ارزشمندی و بحث عزت نفس. اینکه احساس وابستگی به دیگران نداشته باشیم و بتونیم که به تنهایی از پس نیازها و مشکلات خودمان بر بیاییم. حالا همه مشکلات و نیازها را نمیگیم، به هر حال انسان ها مکمل همدیگر هستند و مدنی به طبع هستند و نیاز انسان ها به یکدیگر در اجتماع غیر قابل انکار است. اما در حد امکانی که بنا به گفته شما هر انسان بتونه نیازمندی های خودش را خودش برطرف کنه و احساس وابستگی دیگه بیش از حد به دیگران نداشته باشه، برش میگیم استقلال، که ای هم برمیگرده به میزان عزت نفسی که هر انسان در وجود خود احساس میکنه. ممنونم از شما. به عنوان صحبت پایانی از شما میشنویم که بر بینندگان عزیز ما چی گفتنی داره. بله، به قول معروف که اصل کلام در خصوص عزت نفس همین بحث عزتمند، احساس ارزشمندی هست که بسیار هم در دین ما تاکید شده که تا جایی که میتوانیم نیازهای، وقتی ما گپ از نیاز میزنیم فقط شاید ممکنه به ذهن همه مباحث اقتصادی باشه، ولی که تا جایی که میتونن افراد اگر نیازمند هستن اظهار نیازشون رو از غیر، از غیر که میگم این افرادی که با ما هیچ ارتباطی ندارن، حالا ممکن است یک شخصی به پدر مادر خودش یا به فرزندان خودش یا به همسر خودش نیاز داشته باشه و اینها، این مباحث کلان سوای از این هاست. این تا جایی که ما میتونیم از سیره اهل بیت اینو بیاموزیم که احساس نیازمندیمون رو ایرو ما تا جایی که میتوانیم در وجود خودمون تقریبا میشه گفت که به صفر برسانیم، یعنی تا جایی که میتونیم نسبت به افراد غیر از حالا کسانی که به اونها واقعا نیاز داریم احساس نیاز خودمون رو به صفر برسانیم و برای خودمون ارزش قائل باشیم، که این سرمنشه همه کمالات اخلاقی است انشاءالله. ممنون و سپاس از حضور گرمتان در برنامه و همراهی شما بینندگان عالی قدر در برنامه امروز روشنا. بر خودتان ارزش قائل باشین، مراقب خوبی های خودتان باشین و بدرود. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.